هموطنان عزیز، در این لحظه ها که خرد و بزرگی کشورمان با احساس فرح و شادی و با نیت و آرزوهای نیک سال نو میلادی 2015 را استقبال می نمایند، همه مردم شریف تاجیکستان و کل هموطنان برون مرزی امان را به این مناسبت صدقاً تبریک می گویم و برای هر یک خانواده تاجیک تندرستی و خوشبختی، روزگاری آرام و آسوده و برای کار و دستاوردهای تازه آرزومندم. به شرافت پایداری، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و زحمت صافدلانه ساکنان مملکت، سال 2014 در کشوری عزیزمان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نمودند. اقدامهای بنیادکارانه دولت و حکومت و تشبثهای صاحبکاران باننگ ناموس مملکت ادامه پیدا کردند. در نتیجه پایدیوار دولت ملی امان باز هم قوی و نفوذ اعتباری آن در عرصه جهان خیلی تحکیم یافت و مهمتر از همه اقدام و تشبث‌های ذکر شده باعث بهتر شدن سطح زندگی اهالی گردیدند. در سالی که سپری می شود، با وجود تأثیر منفی عامل‌های بحران، رشد استوار اقتصادیات مملکت تأمین گردیده. در بخش سرمایه‌گذاری، شاخه‌های صنعت و کشاورزی، علم و معارف، فرهنگ و تندرستی و دیگر شاخه‌های حیات جامعه اصلاحات و نوسازی‌ها ادامه پیدا کردند و همکاری‌های متقابلاً سودمند تاجیکستان با کشورهای گوناگون عالم توسعه بیشتر یافتند. در سطح بلند برگزار شدن جلسه نوبتی سازمان همکاری های شانگهای، نشان دهنده بهترین سطح روابط ما با سازمان های با نفوذ منطقه و جهان گردید و تاجیکستان امکان پیدا کرد که جانبداری خود را به خاطر تأمین امنیت و رشد همه جانبه در منطقه و جهان، اینچنین گسترش همکاری های سودمند میان اعضای سازمان بار دیگر تاکید نماید. بزرگداشت 600 سالگی یکی از فرزندان فرزانه ملت کهن بنیادمان مولانا عبدالرحمن جامی، تجلی با شکوهی 20 سالگی بختنامه خلقمان کنستیتوسیه تاجیکستان نیز از چهارابینی های مهمی سیاسی و فرهنگی کشورمان در سال سپری شونده محسوب می شوند. واقعا قبول این سند تقدیرساز یعنی کنستیتوسیه ارزشمندترین دستاورد مردم و دولت تاجیکان در انتهای عصر گذشته به شمار رفته، نتیجه منطقی تلاش های جامعه عدالت پروری ما در راه رسیدن به مرحله تازه پیشرفت و معرفی شایسته کشورمان به عالمیان می باشد. حکومت مملکت در دوام سال 2014 همه سعی و تلاش خود را به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی شایسته ساکنان کشور روانه ساخته، جهت حل مسائل ساحه اجتماعی از جمله علم و معارف، فرهنگ و تندرستی، جوانان و زنان، دستگیری طبقه های نیازمند و آسیب پذیر جامعه، جلب هرچی بیشتری نورسان و جوانان با تحصیلات باصفت، تربیه آنها در روحیه وطن دوستی و وطن پروری و حس بلند ملی، اینچنین با جای کار تامین نمودن شخصان بیکار یک سلسله تدبیرهای مشخص را
عملی گردانید. در سال نوی میلادی در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان محبوب ما نه تنها تطبیق سلسله برنامه های مهم دولتی آغاز می شوند که رشد استوار منبعی مملکت را تأمین می کنند، بلکه یک چند چاره‌بینی های پر اهمیت سیاسی و فرهنگی برگزار خواهند شد که هر کدام آنها در تاریخ دولتداری خلقمان صحیفه های نو را باز خواهند نمود. چنانکه مردم کشور آگاهند، یکمی مارت سال 2015 معرکه مهم سیاسی یعنی انتخابات وکیلان به مقام عالی قانونگذار مملکت، مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس های محلی وکیلان خلق برگزار می شود. اطمینان دارم که چاره‌بینی مذکور در دایره کنستیتوسیا و قانونهای عمل کننده در سطح بلند سیاسی و تشکیلی و با شرکت فعالانه انتخاب کنندگان برگزار می گردد و مردم شریف تاجیکستان به خاطر آینده نیک کشورمان با مسئولیت بلند نمایندگان شایسته و ارزنده خود را به پارلمان مملکت و مجلس های محلی انتخاب می نمایند. انتخابات نوبتی باید عامل مهمی باشد تحکیم یافتن وحدت ملی و سرجمعی مردم تاجیکستان گردد. فراموش نباید کرد که ما به جامعه جهانی نه یک بار و دوبار فرهنگی بلند سیاسی و سنت تحمل گرایی نشان دادیم. سال 2015 اینچنین یک قطار چاره‌بینی های ارزشمند فرهنگی از جمله بزرگداشت 700 سالگی میر سعید علی همدانی و 3000 سالگی حصار شادمان برگزار می‌گردند که آنها به شبه با توصیه و گسترش پیدا کردن حس وطنداری و خودشناسی، احترام و ارزش گذاشتن به تاریخ و فرهنگ ملی، تحکیم ثبات و آرامی وحدت ملی و عملی گردیدن هدفهای نیک آبادکاری و سازندگی خلقمان مساعدت خواهند نمود. امروز واقعیت زندگی بیش از پیش تلقین می سازد که هر فردی با ننگ و ناموس، وطن خواه و وطن دوست و همت بلند و سخاوت پیشه با احساس بلندی مسئولیت شناسی سعی و تلاش سازنده خیش را به خاطر رشد و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلالمان صرف نماید و سرزمین بیشتاسایمان را باز هم محبوب و مشهور گرداند. ما هنوز مسئله و مشکلات زیادی حل طلب داریم که همه آنها را خودمان با شکرانه صلح و آرامی، وطن صاحب اختیار و دولت صاحب استقلالمان حل و برطرف می سازیم. مردم فرهنگی و آبادگری تاجیکستان همیشه به آینده نظری نیک دارند و باور دارم که همه ما در همبستگی منبعی نیست برای فتح قله های باز هم بلندتر، تأمین زندگی پرسعادت خلقمان و دستارت های نو قدم های استوار میگذاریم. اطمینان کامل دارم که سال نو میلادی 2015 برای باز هم مستحکم گردیدن پایه های استقلالیت، تحکیم دولتداری ملی و وحدت و ثبات جامعه سلسله اقدام و تشبس های سازنده عملی خواهند شد. با ابراز همین آرزوهای نیک بار دیگر همه ساکنان نیکبین و نیکاندیش با صبر و تحمل و سربلند و قوی اراده کشور و هموطنان برون مرزی امان را با فرارسی سال نو میلادی 2015 صدقاً تبریک گفته
برای هر یک شما خانه آباد، روزگاری با سعادت، اقبال بلند، فیض و برکت زندگی و به تاجکستان عزیزمان پیشرفت و آبادی آرزومندم. سال نو میلادی مبارک هموطنان عزیز.